بفرمایید. سلام. سلام. میتونم هایری آرسویو ببینم؟ اینجا همچین کسی نیست. مگه اینجا خیابون گلنهان پلاک 21 نیست؟ یعنی اینجا همینه، اما شاید مستجر قبل از ما بوده. ما یه ماه میشه اومدیم اینجا، یعنی مردی که شما میگین رو نمیشناسی. باشه، ممنونم، مزاحمتون شدم. روز بخیر. روز بخیر. اوه خیلی ممنونم، به مامانت سلام برسون، دستشو میبوسم. باشه میگم. چیزه داداش هایری، میخواستم ازت تشکر کنم. به خاطر چی؟ کتابایی که اون روز خریدی رو همشونو خوندم، برای اون میخواستم تشکر کنم. واقعا همشو خوندی؟ خوبه، پس باید چند تا جدید واقعا بخرم. بازم میخری؟ میخرم، اگه تو بگی داداش هایری من همشو میخونم، چون تو باید درس بخونی و دکتر بشی، چه بدونم شایدم وکیل بشی، اون وقت که منو فراموش نمیکنی. فراموش نمی کنم. مگه میشه من تو رو فراموش کنم داداش هایری؟ باشه، دو دقیقه همینجا منتظر بمون. دختر همسایه است. اینم بگیر بخور عزیز دلم. راستی مواظب ماشین باشی. ممنون داداش هایری. برو به سلامت. معلومه که خیلی داداش هایریشو دوست داره. همشون دوستم دارن، چون باهاشون خوب رفتار میکنم اونا منو دوست دارن دیگه. آی، یه لحظه قبل فکر کردم یکی از اهل خونه اومده، یکم بود سکسن رو بزنم. اهالی کدوم خونه؟ از امارت. مزخرف نگو، تا اینجا بیان چیکار کنن؟ ما رو که تعقیب نمیکنن، هیچ کس نمیاد، نگران نباش. کارمونو مشخص نیست دیگه. ماست تو بخور. واقعا گاهی این بیخیالیت منو متعجب میکنه. ببین هیچ جا پیداش نمیکنی، چون ماست خونگیه، یعنی تو امارت هم همچین چیزی نیست. بخور، یه چنگال وردار دیگه، اینجوری حیفش میکنی. ببین برای ترس و نگرانی هم ماست خیلی خوبه ها. ببین مثلا فکر کن مسموم شدی، اونجوری بخور. واقعا تو عمرم اندازه ای تو لجباز ندیده بودم. من لجبازم؟ آره لجبازم، اما گاهی به درد میخوره. مثلا تو رو به سمت من آورد. مثلا به این فکر میکنم اگه لجباز نبودم الان نمیتونستم با تو اینجا ماست و با چنگال بخورم. فهمیدی؟ درسته؟ درسته. سری واسه من آدرس هایری آرسویو پیدا کن. نفهمیدم سلن خانم. چیو نفهمیدی؟ برو لای مدارک کارگر و آدرس هایری آرسویو واسه من پیدا کن. باشه میبینم سلن خانم. گلنهان پلاک 21. باشه ممنونم. اوف خیلی خوردم. نوش جونت، به تنت گوشت بشه. راستشو بخوای قدیمی ها اینجوری میگفتن. چرا گوشت بشه به تن؟ میخوای نشه؟ نشه، ای خدا، مثل نفرین میمونه. باشه اگه اینطوری میگی باشه. چیکار کنم دیگه؟ اینا رو میخوای جمع کنم؟ یلا با هم جمع کنیم. تو مهمونی نمیشه. نه عزیزم، مگه میشه؟ با هم خوردیم، با هم جمع میکنیم. جواب نده، بعدن یه کاریش میکنیم. نمیشه. اگه جواب ندم بیشتر شک میکنه. الو مامان. نالان کجایی؟ داشتم از خونه میرفتم بیرون، میخواستم پیاده روی کنم. مامان جون کجا پیاده روی میکنی؟ من که هیچ صدایی نمیشنوم نالان، یه جایی سود و کور انگاری. نه کجا پیاده روی میکنی؟ تو پارک ستاره هستم مامان. راستش یکم رفتم تا ته پارک. اینجا خیلی ساکت و آرومه، برای همین گفتم یکم اینجا بگردم. آره ببین نالان، هی میگم نگم بهت، اما تو خیلی ول شدی دختر. صد دفعه بهت گفتم
گفتم که هر جایی راه نرو، یالا از اونجا برو یه جای شلوغ. یالا دیگه. باشه باشه، نگران نباش مامان، من در اصل اوف نالان ببینم کجایی. قهوه قهوه، بگو قهوه خونم دارم چای میخورم. من تو ورودی یه کافه هستم، اونجا هستم. آره اونجا، گفتم یه استراحتی بکنم، یه قهوه‌ای بخورم. باشه مراقب خودت باش. ببین هوا خیلی سرد شده، تو خونه همدیگر رو میبینیم. باشه عزیزم، میبوسمت، همو میبینیم، خدافظ. برگر سمت پارک ستاره، اونجا باشه خانم. چی شد؟ قد کردی؟ شک نکرد؟ نه انگار شک نکرد، اما اینکه برم خیلی بهتره. برم بهتره. آره پس من برات یه قهوه درست میکنم. نه درست نکن، نمیخواد هایری، من میرم. نه نرو، یه بار اومدی خونه یه هایری و رویامو به واقعیت تبدیل کردی. ببین چه قشنگ مهمونم شدی، خوردیم نوشیدیم، صبونمونم که تموم شد، بعدش هم یه قهوه باید بخوری. البته کافی نیست، ولی تو بدون شکر میخوری. ساده باشه؟ ساده. پس نقشه رو عوض میکنیم، این کارو کنیم، تو وقتم صرفه جویی کردیم. من قهوه درست میکنم، تو هم ظرفا رو بشور، بعدش هم ببینیم چی میشه. آها توافق کردیم. اینا رو هم بگیر. خب اینا رو هم بردارم. بشقابا رو نندازی، اگه میندازی من جمع میکنم. نمیندازم. اوه قهوه‌مون هم درست شد. درست شدی؟ مثل اینکه آره. میگم کاش سرکه هم داشتیم. چرا؟ که با تخم مرغ قاطیش کنیم. اونم از مامانم یاد گرفتم، اصلا نمیذاش تخم مرغا بدون سرکه درست بشن. اگه میخوای درستش کن، من بازم گرمشون میکنم. نه لازم نیست گرمشون کنی، خودم الان درستشون میکنم. خیلی خوب شده، پر از کف. بفرمایین اینم کف. واقعا پر از کف شده. بسم الله. دستت درد نکنه. نوش جونت. تو برو تو سالن، من یکم کارام مونده، انجامشون بدم میام. نه اینطور نمیشه، زندگی مشترکه. من اینا رو میذارم اینجا، بعدش تو درست میکنی یا منم نگات میکنم. باشه. بفرما. یکم برو اون طرفتر، تو اونجا بشور، منم اینجا آب میکشم، فهمیدی؟ باشه. بفهم اینجا فقط همین قدره؟ منظورتون از همین قدر چی؟ منظور از همین قدر چی میتونه باشه ها؟ خدا رو شکر به صورتم نگاه کردین، یعنی میگم این مکان فقط همین اندازه است؟ جای دیگه ای دارین که میزی چیزی داشته باشه؟ نه نداری. اوف این گوشی ها هستن ها، همین گوشی ها مغز شماها رو شستشو داده. توی ساعت اخیر یه دختره بور چشمابی و خیلی خوشگل اومده اینجا یا نه؟ نه اومده، یعنی مثل این که نه اومده. داری به خودت میگی اومده و من نگاه نکردم مگه نه؟ همه تون کور شدین و جوانتون حیف شد، واقعا آدم نمیدونه چی بگه، این گاوم با آدم نگاه میکنین. میخواستم بهت بگم اما به خاطر نیمرو یادم رفت، این خونه خیلی خوشگل شده، یعنی جمع و جوره، بقیه رو مثل یه خیال یادم میاد. به نظرم از اون یکی خونه دلبازتره، اتاقش دلگیر بود، از این خونه خوشم میاد، حداقل حتی اگه خوابت هم نیاد خوابت میبره. بعضی شبام که توی امارت میمونم، هرچی باشه خب خونه یه خود آدمه، اینجا راحت ترم. دقیقا مثل امارت، اما چیزایی که تو گفتی رو نمیتونم راجع به امارت خودمون بگم. چطور مگه؟ همینطوری، توی امارت به اون بزرگی این همه آدم زندگی میکنه، یه نفرشون هم اندازه تو خوشحال نیستن.
میگم سردت که نیست. چرا یکمی سردمه؟ اگه میخوای چوبای بخاری رو حاضر کنم. نه نمیخواد، لازم نیست هایری، بیخیال. وایسا الان میام. میشه هنوزم نگهش داشتی؟ بوی عطرت هنوز روش بود، منم نگهش داشتم. بفرمایید مامان. کجایی نالان خانم؟ چیزی شده؟ یه جوری پرسیدی انگار که... فقط یه سوال پرسیدم، تو هم با سوال جوابمو نده. اون کافه‌ای که گفته بودی اومدم، اما تو اینجا نیستی. دارم میگم کجایی؟ صدامو میشنوی؟ من که از اونجا اومدم بیرون. یعنی چیزه مامان، وقتی تو زنگ زدی من اونجا بودم، بعدش اومدم بیرون، الان تو ماشینم. خیلی خوب، برگرد خونه، اونجا میبینمت. یه بار دیگه زنگ بزنم بگی فعلا ناراحت میشم. باشه، داری یه کاری میکنی، اما هرچه زودتر برگرد. الو، چی شده؟ رفته کافه‌ای که گفته بودم، منم الان باید برگردم. باشه. به خاطر امروز خیلی ممنونم، همه چیز واقعا عالی بود. میخواستم خیلی بیشتر بمونم، اما باید برم. قول میدم اینو جبران کنم، باشه؟ قول میدی؟ قول. پس شب برات یه سورپرایز دارم. شب؟ آره شب. باشه، بعدن صحبت میکنیم، الان باید برم. منم باهات میام، یه جایی تو راه پیادت میکنم. باشه. زود باش، عجله کن. تو همینجا پیاده شو. باشه. تو پیاده میشی، منم ماشینو میارم. خیلی خوب، باشه، پیاده میشم. شب میبینمت. سعی میکنم حلش کنم. ببین، برات یه سورپرایز خیلی قشنگ دارم. باشه، حلش میکنم، قول میدم. میبینمت. بابت صبونه ممنون. خواهش میکنم، در واقع من ممنونم. الو عثمان، چی کار میکنی؟ من خوبم ممنون. ببین، یک کاری دارم که خیلی واسم مهمه. امشب ساعت 8 شب میخوام چوب ماهیگیری واسم بیاری. آخه به تو چه که چی کارش دارم پسر، میخوام ماهی بگیرم دیگه، چی میگی؟ والا برام خیلی مهمه داداشمی، حلش کن. باشه، پس منتظر خبرت میمونم. ممنونم، ممنون داداش، دمت گرم، ممنون. من نگاه کن فریده خانم، بفرمایید. تو داری از کجا میای؟ چیزه، به شما گفته بودم قبلا هم از آقا مظفر اجازه گرفتم، یکم کار داشتم اونجا بودم. کار تو چیه ها؟ یه مهمون از روستا اومده بود، اول وسایلای اونو جابجا کردم، بعدش هم یه راست اومدم اینجا. آره، واقعا از تو خوشم نمیاد. یه انسان چقدر میتونه از یکی بدش بیاد ها؟ همینقدر که از تو خوشم نمیاد، وقتی تو رو میبینم میدونی مو به تنم سیخ میشه.
متاسفانه فرید خانم، من همچین حسی ندارم. وقتی شما رو میبینم همچین فکرایی هم نمیکنم. تازه برعکس، به خودم میگم وقتی پیر شدم باید مثل فرید خانم آدم خوشحالی باشم. ایشالله. تو چی داری میگی ها؟ این پر حرفی برای چیه؟ به چی خودت اینقدر اعتماد داری؟ من دوست تو هستم ها؟ نه این چه حرفیه؟ به مظفر اعتماد داری؟ ببین اصلا به اون اعتماد نداشته باش. هی این ور اون ور میره، فردا پس فردا میره تو اتاقش و از اونجام نمیاد بیرون. بگذاریم پس. خب آقا رفعت میگم که تو رو بفرسته به یکی از هتلای شیکش. البته فرید خانم، هرچی شما بگین منم همون کارو میکنم. حرف زدنشو ببین، فردا پس فردا تو رو میفرستم، یه خداحافظی خوبی برات دارم. مردک مزخرف. امسال ثبت نام المپیاد برای کی هست؟ نگاه کردی ببینی؟ اینطوری بهم نگاه نکن. فکر کردم به عنوان کسی که انقدر عاشق ورزش و راه رفتنه حتما بهش فکر کردی. به نظرم اگه برای پیاده روی هم باشه قطعا رتبه میاری. ساعت هاست که داری راه میری ماشالله. چی کار کنم مامان؟ چی کار کنم؟ بین این چهار تا دیوار خفه شدم. واقعا خیلی خسته شدم. برای اینکه هوام عوض بشه رفتم بیرون. رسید قهوه‌تو میخوام. چیو میخوای؟ رسید قهوه‌ای که میخوری رو میخوام. بعد از تو منم رفتم اونجا. یه فنجون قهوه خوردم و خیلی پول گرفتم. میدونی میخوام ببینم که تو چقدر بابت یه فنجون قهوه پول دادی. ببینم که تو هم زیاد دادی یا نه. پیشم نیست، نگرفتمش. چی؟ کیفت با این رسیدا این کاغذا پر میکنه، اون وقت نگرفتی؟ نگرفتم مامان، آخه من چی کار به رسید دارم؟ همونجا موند. ای بابا این حرفا چیه دیگه؟ اگه تو رو نشناسم، اگه ندونم تو کی هستی، اگه ندونم چه فکری میکنی، فکر میکنم که داری با اون راننده بازم ملاقات میکنی. ای بابا مامان، این حرفا رو از کجا در میاری؟ چی رو به چی وصل میکنی که آخر همه چیز میرسه به آقا هایدی؟ واقعا نمیفهمم، خیلی بده این حرفا. وقتی از بیرون نگاه میکنم اتفاقای عجیبی میبینم. یعنی با فاصله 5 دقیقه به عمارت میایید، با 5 دقیقه فاصله از عمارت میرید بیرون. خدا رو شکر که دخترم رو میشناسم، بهش اعتماد دارم. دخترم کسی نیست که با یه راننده نادون بره توی ساحل حرف بزنه و وقتشو بگذرونه. یعنی بهت اعتماد دارم. من واقعا باهات راحتم. خوب استراحت کنم. پدر جان. الو؟ اصلا زنگ نمیزنی، احوال نمیپرسی، دلت برام تنگ نمیشه؟ من که دلم تنگ شده. دختر پشت پنجره. دختر پشت پنجره؟ از این به بعد وقتی که پیشم نیستی به تو میگم دختر پشت پنجره. نمیدونی که از پشت اون پنجره چقدر خوشگل دیده میشی. تو خوبی؟ خوبم مامانم. اومد و منو سوال پیچ کرد ولی حلش کردم. مشکلی نیست، نگران نباش. خب پس خوبه. امشب میریم بیرون دیگه نه؟ میریم، ولی نمیدونم به اهالی خونه چی قراره بگم. هایری میخوای بهشون بگو؟ میخوای بری بیلور رو ببینی؟ نه بیلور نمیشه. چرا؟ مشکلی هست؟ نه مشکلی نیست، نمیخوام اونو تو این ماجرا دخیل کنم. میدونی که تو ماجرای قبلی هم نباید این کار میشد. آها پس بهشون بگو میری مهمونی. این چطوره ها؟ آره منم که همیشه مهمونی میرم. البته اون نمیشه، فوراً میفهمن. اگه بگی قرار ملاقات داری چی؟ جواب نمیده؟ فکر کنم میشه. یعنی چه میدونم، مثلا بگم از خیریه گفتن بیا در مورد تحصیلات بچه ها صدا میکردن. میشه، به نظر من که قبوله اگه تو قبول کنی. چیزه میگم قبل از شام بریم بیرون یا نه؟ باشه. خوبه، پس از همین الان هیچی نخور، فهمیدی؟ البته من که باشه کم سیر نمیام پیش تو. خوبه. 10 تا ماشین رو میدم اونجا بشورین، اگه روی یکیشونم یک کم لکه بمونه دیگه با شما کار نمی کنم.
دیگه با شما کار نمی کنم. فهمیدی چی میگم یا نه؟ باشه، پس میبینمت. میبینمت. واقعا آدمی مثل تو توی عمرم ندیدم. من لجبازم؟ آره لجبازم، ولی بعضی جا به درد میخوره. مثلا تو رو آورد پیش من. خدایا کمک کن، امشب رو بدون هیچ درد سری سپری کنیم، تو رو خدا.